امروز میخوام براتون در مورد تغییر فاز صحبت بکنم. در مباحث مختلف مکانیک سیالات و ترمودینامیک و انتقال حرارت ما با فاز روبرو هستیم. من براتون قبلا تو ویدیوهای دیگه عرض کردم که ماده دارای 4 فاز هست که یکیش مایع هست و گاز که ما به اینها سیال میگیم، لیکوید و گس که مجموعا بهش فلوید گفته میشه و جامعه و پلاسما. وقتی صحبت از تغییر فاز میکنیم یعنی جریان هایی که دو فازه، برای مثال همزمان هم داخلش فاز مایع هست هم فاز گاز هست، لیکوید گس یا لیکوید سالید یا سالید گس، جریان هایی که یا سه فاز هستن، هم هر سه تای اینا با هم دیگه وجود داره، چه یا حتی ممکنه پلاسما وجود داشته باشه، یعنی یه گازی که همزمان با پلاسما توش وجود داره. به این جریان ها میگن مولتی فیز فلو. در این ویدیو ها میخوام در مورد تغییر فاز صحبت بکنم، یعنی یک فازی از ماده به یک فاز دیگری تبدیل بشه. ببینیم مثلا انواع تغییر فاز چیه، تفاوت بین بخار و گاز چیه، تفاوت بین تبخیر و جوشش چیه و فاز پلاسما چیه. پس اول شروع کنیم با پلاسما. ما از در مکانیک سیالات کلاسیک و ترمودینامیک کلاسیک با فعلا در کتابایی که حداقل الان هست ما با پلاسما کار نمی کنیم، یعنی پلاسما هنوز وارد کتاب های درسی مکانیک سیالات یا ترمودینامیک در مقطع کارشناسی فعلا نشده. در مورد دانشکده های علوم پایه بیشتر بحث میشه، ولی من باز بد نیست که کتاب خودم هم سعی کردم که یه بخشی برای پلاسما بیارم، ولی برای مرور کنیم که اصلا فاز پلاسما چی هست و چه جوری ایجاد میشه و بعد وارد اون سه فاز دیگه بشیم و بیشتر در مورد اونها صحبت بکنیم. پس فاز پلاسما به عنوان فاز چهارم ماده زمانی ایجاد میشود که شما یک گازی رو یک انرژی بسیار بالایی بهش اینجکت تزریق بکنید در داخل گاز. اینکه که تحت چه شرایطی این اتفاق میفته در ادامه صحبت خواهیم کرد واسهتون، ولی یه وقتی که های انرژی ترانسفر یا اینجکشن تو گاز، اگه انرژی بسیار بالایی به یک گازی تحمیل بشه در اون صورت الکترون ها از هسته کنده میشن، جدا میشن و اصطلاحا گاز شما یونیزه میشه و وارد فاز پلاسما خواهد شد. این به لحاظ کاربردی شما اگر بخواید بگید که چه زمانی امکان ایجاد تغییر فاز از گاز به پلاسما وجود داره، زمانی که انرژی بسیار زیادی به یک گاز تزریق بشه. اتفاقا فاز پلاسما در جهان هستی که ما الان درش هستیم فراگیرترین و فراوانترین فاز از این 4 فاز هست، یا در سطح کره طبیعتا در سطح خورشید، ستاره خورشید، خب در اونجا به خاطر همین که واکنش های شیمیایی انرژی بسیار بالایی از خودشون آزاد میکنن، فاز پلاسما فراوانترین فاز در عالم هستیست بین اینها. مثال بزنم چند تا براتون که ببینید تو چه کاربردهایی ممکن هست از دیدگاه مهندسی که فاز پلاسما ایجاد بشه. گازهایی که خیلی فشار بالا باشه، وقتی فشار بالا باشه در گاز دما هم میره بالا. طبق مادری حالت وقتی فشار بره بالا شما یک گازی رو متراکم بکنید دما میره بالا. وقتی دما بره بالا دوباره همون داستانی میشه که انرژی بسیار زیادی که در داخل سیال وجود داره شما ممکنه دمای یک گاز 4000 درجه افزایش پیدا بکنه. 5000 درجه دمای سطح خورشید هم همین رنج هست دیگه، 1000 درجه افزایش پیدا کنه. این انرژی بسیار بالا باعث یونیزه شدن گاز میشه، تجزیه شیمیایی میشه و دیگه اصلا هوا وجود نداره. این فاز جدیدی که ایجاد میشه پلاسما گفته میشه. های پرژر گاز وقتی که فشار گاز بره بالا که به تبع اون دما بره بالا، یا مثلا تو بحث آرک تشکیل جرقه آرک که در داخل حالا میتونه سیال هوا باشه، برای مثال یه مثال خیلی معروف از تشکیل آرک در داخل قوس الکتریکی حالا مثلا در داخل هوا رد و برق هست دیگه، وقتی رد و برق میزنه یک چنین هوایی که در اطراف اون انرژی بالای تخلیه الکتریکی که انجام میگیره انرژی بسیار بالایی رو داره، اون هوایی که اونجا هست تبدیل به پلاسما خواهد شد. یا توی سویچ های فشار، های پرژر سویچ، کلید های فشار بر فشار قوی که توی خطوط انتقال برق نصب میشه، به طور همین زنجان شرکت پارسویچ تولید کننده این کلید های فشار قوی هست، اونجا هم یه دو تا در حد الکترود هستن که اینها به هم نزدیک میشن و یه جرقه میدارن. وقتی جرقه زده میشه اون گاز SF6 مثلا SF6 یا اون گاز عاملی که داخل این هست اون تغییر فاز میده به پلاسما. اون جرقه کوچیکی اونجا زده میشه باعث میشه که دیگه شما با گاز SF6 روبرو نیستید، با یک فاز جدیدی به نام پلاسما روبرو هستید.
یا باز مثال بزنم که بحث جوشکاری است ولدینگ که باز اونجا هم خب جرقه هایی که موقع قوس الکتریکی که آرک ولدینگ مخصوصا تشکیل میشه همین اتفاق هست. در جریان های هایپرسونیک این اتفاق میافته، جریانی که از دماغش بالای 5 باشه، شما فرض کنید یه شاتلی رو در نظر بگیرید که با ماخ 18 داره پرواز میکنه، چون یک دمای نزدیک 100 افزایش پیدا میکنه تا چند هزار درجه، سبب خواهد شد که اونجا دوباره همین انرژی بالای انرژی درونی بالای سایه باید که میزه شدن و تبدیل شدنش به پلاسما بشه. یه مثال دیگه هایپرسونیک شاتل است یا کلیر کاتینگ تیک متالز. اتفاقا از این فاز پلاسما اینا در جاهایی که بخواد یه فلز خیلی ضخیمی رو به برش بدی از همین فاز پلاسما استفاده میشه تا این برش فلزات ضخیم انجام بشه. یعنی خواستن دیدی پیدا بکنن، یه دید کاربردی و مهندسی از اینکه تو چه نواقعی ما فاز چهارم ماده که پلاسما هست رو در کاربردهای مختلفمون داریم. چهار تا لغت اینجا بسطون نوشتم که اینا مرتبط هستن با تغییر فاز. اینها رو بعد نیست یه مرور بکنیم. یکی پی سی ام ها هستن. پی سی ام مخفف فیز چینج متریال هست، مواد تغییر فاز. یکی از روش های ذخیره سازی انرژی است. چون حالا زیرش هم یه لغت دیگه به نام لیتنت هیت رو نوشتم. ما یه اپرنت هیت داریم یه لیتنت. لیتنت گرمای نهان. در فرآیند تغییر فاز گرمای نهان وجود داره که این گرما در دمای ثابت تبادل میشه و تغییر فاز انجام میشه. شما وقتی از مواد تغییر فاز استفاده میکنید، از این گرمای نهان استفاده میکنید، برای مثال یه گرمایی داده میشه، اون تغییر فاز انجام میشه و اون گرما به واسطه تغییر فاز در درون اون ماده تغییر فاز ذخیره میشه. این موادی هستن که به واسطه گرمای نهان تبخیر به شما توانایی ذخیره سازی میدن به شکل معکوس. اگر بخواید آزاد کنید دوباره تغییر فاز به شکل معکوس انجام میشه و اون گرما رو برمیگردونه داخل سیستم. و لیتنت هم گرمای نهان هست، گرمای نهان هست. استفان پرابلم، استفانز پرابلم، مسئله استفان که یکی از مسائل خیلی معروف در مسئله تغییر فاز هست، تو بحث جوشکاری وجود داره، اون جبهه مذابی که تبدیل میشه به جامد انجماد پیدا میکنه. اینا همه مسئله استفان میشه. یکی از مسائل کلاسیک و بنچمارک معروف در مسائل تغییر فاز استفانز پرابلم هست. جزء مسائل مووینگ باندری سوال میتونید راجبش سرچ بکنید پیدا کنید. دومی مثلا مورد بعدی امپمباز افکت هست. اثر امپمبا در انجماد مطرح میشه در بحث تغییر فاز از مایع به جامد. مثلا 1963 مطالعه شد، دیدن که وقتی یک آب داغ رو شما میذارید توی فریزر که یخ بزنه، زمانی که طول میکشه تا یخ بزنه خیلی کمتر است وقتی که شما نسبت به حالتی که آب مثلا 20 درجه میذارید. به بیان دیگه وقتی که شما یه آب گرم میذارید زمان لازم برای انجماد سریعتره، فرایندهای بزرگتر سریعتر رخ میده، شتابشون بیشتره. یعنی فرایند انجماد داره شتاب خیلی سریعتر منجمد بشه. اگه اون اختلاف دما بیشتر باشه شتابش هم بیشتر است. این که حالا چرا این اثر منشأش چیه؟ این موارد البته ذکر شده، 7-8 مورد دلایل توجیهی آوردن که چرا وقتی آب داغ میذارید. میتونید امتحان کنید به عنوان یک تمرین. مثال خیلی خوب، برید آب داغ رو بذارید داخل فریزر، برام آب مثلا 20 درجه بذارید، یعنی زمان ببینید چقدر طول می‌کشه اون جاش. این 7-8 مورد اشاره شده، ولی هنوز هم شاید این مقدار هم دلیل واقعیش روشن نیست که چرا اتفاق افتاده. پس من در مورد پلاسما هم صحبت کردم، مواد تغییر فاز که به واسطه گرمای نهان تغییر فاز میتونن انرژی رو ذخیره کنن یا آزاد کنن در اثر تغییر فاز. مثلا استفان که مسئله ریاضی بنچمارک معروف است، برای مثلا دوستانی که میخوان کدهای اسیفتیش رو مثلا ولیدیت کنن، میتونن مثلا استفان حل کنن، حل تحلیلی هم داره و بعد مقایسه بکنن اون داخل. و مثلا اثر امپنباس که در بحث انجماد با دمای بالا خیلی سریعتر منجمد میشه تا دماهای. در مورد اینکه اسم اینها رو به عنوان اطلاعات عمومی بلد بشه دوستان، که وقتی من فازهای مختلف به هم تبدیل میشن اسمشون چیه؟ اولین ملتینگ هست. من حالا فارسیش هم نوشتم که تو فارسی هم بتونید استفاده کنید. ملتینگ یعنی تبدیل فاز جامد به فاز مایع یا ذوب. ذوب در فارسی بهش میگن. سالیدیفیکیشن یا فریزینگ انجماد در فارسی بهش گفتش. عکس فرآیند باد است. یعنی فاز مایع یا فاز مایع به فاز سالید یا جامد تبدیل میشه. سومی کندنسیشن هست که بهش در فارسی تقطیر میگن، میان هم میگن. میانات گازی که ذکر خیلیش هست توی بحث الکتروشیمی و اینها. از همینجا میاد. فاز گاز یا بخار که تبدیل میشه به فاز مایع. یعنی یه گازی که یا بخاری که تبدیل بشه به مایع تقطیر میشه. مثل اون قطراتی که روی شیر
روی حمام‌های مخصوصا قدیمی که سه قطراتی تشکیل میشه، شیب‌های روکاری که داره میشه اونجا قطراتی تشکیل میشه و یه قطری میشه که پایین اون تختی هستی. سابلیمیشن یا تسعید، تبدیل مستقیم فاز جامد به فاز گازی یا بخار که بهش میگن تسعید، و یعنی جامدش هم مستقیما تبدیل بشه به بخار یا گاز. دیپوزیشن یا فارسیش هم رسوب گفته میشه، هم چگالش هم مثل اینکه گفته میشه. دیپوزیشن هم به معنی اصلیش رسوبه ولی چگالش هم میگن بشه. که عکسش هست، تبدیل مستقیم فاز گاز به فاز جامد هست. و جوشش یا ایواپوریشن که بویلر و ایواپوریتور وسایلی هستن که برای شما باعث میشن که جوشش رخ بده. فاز مایع هست که تبدیل فاز بخار یا گاز بشه. یک کاویتیشن داریم که اونجا هم اتفاقا مایع تبدیل به گاز میشه یا بخار میشه. و یک ویپوریزیشن داریم یا تبخیر. در مورد اینو در ادامه صحبت خواهم کرد که اولا فاز گاز با فاز بخار چه فرقی داره. لزوما گاز همون بخاره یا فرقی تفاوتهایی بین گاز و بخار هست که اینو من در ادامه صحبت خواهم کرد راجع بهش. دوم اینی که فرق تبخیر و جوشش چیه؟ چون من هر جفتش رو توی جا بردم. جوشش خب یه خصوصیاتی داره، تبخیر یه خصوصیات دیگری داره. و بعد اینی که کاویتیشن چه فرقی با بویلینگ داره که من در این مورد در ویدیویی که در بحث کاویتیشن ضبط کردم صحبت کردم. شما جوشش دما رو افزایش میدید تا به دمای جوش برسه، در کاویتیشن فشار روی سطح رو کاهش میدین تا به فشار بخار برسه. هم جفت هم دیگه هستن، هم برادر خواهر هستن با هم دیگه. کاویتاسیون و جوشش نحوه یکیش هیدرولیکیه، کاویتاسیون یه پدیده هیدرولیکیه، جوشش یه پدیده حرارتیه، ترماله، باید دماشو به حرارت منتقل کنه. اما تو کاویتاسیون فشار رو باید کم کنه، فشار هیدرولیکیست، از رفتار سیار میاد. اما دما و افزایش حرارت انتقال طرف به خاطر کاویتاسیون در مباحث مکانیستایلات مطرح میشه، جوشش من باعث انتقال حرارت مطرح میشه. من در مورد کاویتاسیون 4-5 قسمت جدا مبسوط ویدیو ضبط کردم و تفاوتش هم الان اشاره کردم. دو موردی که باقی مونده، یکی بحث تفاوت جوشش و تبخیر هست و یکی تفاوت گاز و بخار هست. به جز اون در مورد ملتینگ و سالیدیفیکیشن و کاندنسیشن و سابلیمیشن و دیپوزیشن و بویلینگ توضیحات کامل عرض کردم خدمتتون که فارسیاش هم گفتم و نقاط معروفی که دیگه وقت نداریم خودتون اشاره میدید سرچ میکنید اگه علاقه مندید و مطالب تکمیلی رو پیدا خواهید کرد. دو مورد باقی موند، یکی تفاوت بین بخار و گاز هست و یکی هم تفاوت بین جوشش و تبخیر. در این قسمت میخوام برام در مورد تفاوت بین ویپوریزیشن یا تبخیر که ویپر از ریشه ویپر میاد، تبخیر هم از ریشه بخار میاد، دوتا با هم دقیق معنی ویپوریزیشن میشه همون تبخیر، و بویلینگ یا جوشش واسهتون صحبت بکنن که این دوتا پدیده ای هستن که خب با هم دیگه شاید بعضی وقتا اشتباه گرفته بشن ولی خیلی با هم فرق دارن. هم تفاوتاش با هم دیگه نگاه کن. تبخیر زمان ایجاد میشه که یک مایع ساکنی فرض مثلا اینجا داشته باشید شما و یک سیال پرسرعتی از روی سطح آزاد این رد بشه. وقتی این رد میشه اون ذرات موجود روی اون ذرات مایع موجود روی سطح آزاد کنده میشن از روی مایع و وارد فاز گاز میشن و تبخیر میشن و بخار تشکیل میدن. یه موردی هم که باقی مون تفاوت بین بخار و گاز هست که من در ادامه را توی صحبت خواهم کرد. ولی بعد وقتی سیال پرسرعتی از روی یه سطح آزاد یک ماهی رد بشه ذراتی که روی سطح هستن کنده میشن و وارد فاز ازم بزرگ شما که گاز میشن و تبخیر رو خواهد داد در اینجا. ولی بویلینگ یه مثل یک قوری که میذارید توی آب یا کتری که میذارید روی قابلمه‌ای که روی آب میذارید روی گاز میذارید که بجوشه، وقتی که به تدریج حرارت داده میشه از پایین بهش کم کم میبینید که داخلش حباب‌های بخار شکل میگیره، از سطح کنده میشن میان بالا و یه سری کم کم میبینید که داره متلاطم میشه از هم میدان جریان داخلش. به این پدیده میگم بویلینگ. ببینید تفاوت اینا با هم دیگه چیه؟ حالا من توصیف کردم تا حدی فکر کنم خودتون میتونید حس بزنید که تفاوتش با هم چیه. High speed air above free surface، وقتی که یک جریان سیال پرسرعتی از روی یک سطح آزاد رد بشه فرآیند تبخیر انجام میگیره. تبخیر فرآیند غیر قابل رؤیت نامرئیه، یعنی شما وقتی دارید نگاه میکنید یه آبی ریخته رو میز بعد میایید ببینید دیگه اون آب نیست،
بدون اینکه حرارت بهش داده بشه. به خاطر تبخیر سطحی به تدریج این یه قطره آبی چیزی ریخته اینجا رو زمین، کف زمین، فردا نیست. خب این تبخیر شده. حالا شما قطره آب رو نگاه کنید، احساس نمی‌کنید که تغییری درش ایجاد شده. فرآیند تبخیر یک فرآیند غیر قابل رؤیت است. اما جوشش اینطور نیست. جوشش شما یه ظرف آب رو بذارید روی گاز، بعد از یه مدتی کاملا اصلا حباب ها رو میبینید میان بالا، بعد داخل جریان متلاطم میشه. کاملا فرایند جوشش فرایندی است که شما ببینید که این، حالا اگر ظرف کتری شما شیشه ای باشه، کاملا داخل کتری رو ببینید، ببینید که اتفاقات چگونه است. سایلنت فنومنا هست، فرایند جوشش صدا نداره، سکون، ساکته، یک فرایند سایلنت فنومنا هست، پدیده تبخیر. چون وقتی از یه قطره آبی ریخته کف زمین فردا میبینید نیست، یا همون دارید نگاهش میکنید، نه چیزی میبینید، نه چیزی میشنوید. اما در فرآیند جوشش صدا داره، اصلا باز وقتی که کتری رو میذاره روی گاز، وقتی که شروع میکنه یه صدای حالا در حد چند دسیبل صدا به گوش شما میرسه تو فرآیند جوشش، حتی از صدا میتونید بفهمید که این جوشیده، جدا از اینکه بخار ازش خارج میشه از اون لولهش، از اون صداش هم میتونید بفهمید. فرآیند جوشش فرآیند با صداست، آکوستیک افکت بهش گفته میشه، اثرات آکوستیکی داره، صدا تولید میکنه. اما فرآیند تبخیر فرآیند سایلنس فنومنا هست، ساکت بدون صداست. دومی که فرآیند تبخیر فرآیند خیلی کندیه، یعنی شما یه قطره آب اینجا باشه، یه قطره کوچولو باشه، بعد مثلا چند ساعت دیگه حالا فردا بیاید ببینید اون رفته، خیلی فرآیند کندی است. اما جوشش فرآیند خیلی، مثلا کتری رو بذارید رو گاز، یه ساعت دیگه بیاد خوش شده کتری سوخته، چون در عرض یک ساعت کل آب به اون حجم آب زیادی که داخل کتری هست همش خوش شد رفت. فرآیند خیلی سریع است، ولی تغییر فاز به صورت انجام، اما تبخیر شما فرآیند خیلی کندی است و به تدریج اتفاق میافته. اما بویلینگ بستگی، البته بویلینگ بستگی به حرارت داره، زیر گازو بکشید بالا خب سریعتر میشه، یعنی سرعتش میتونه متغیر باشه. اما تبخیر هم البته بله میتونه باشه، چون وقتی شما دستتون خیسه فوتش میکنید، وقتی فوت میکنید اون فوت باعث میشه سریعتر خوش بشه دست شما، که احساس خنکام بهتون میده دیگه، احساس خنکام به دستتون وقتی خنک میشه، وقتی اینکه اون تغییر فاز، یا مثلا بچه وقتی تب میکنه که میگن بیاید پاشورش کنید یا خیس کنید بدنش رو، و میگن با آب ولرم هم باید بکنید، یعنی بدن 37 درجه است، حالا در حالتی که تب میکنه مثلا میشه 38 درجه، بعد شما آب 37 درجه رو باید بریزید. خب سوال اینه که آب 37 تومان بریزم روی ارزان حضور شما که بدن 37 درجه، خب این اصلا دمایی نه، ولی به خاطر تغییر فازی که در تبخیر انجام میشه، شما یه لایه آب میزنید که بدن این تبخیر میشه، اون گرمای نهانش رو میگیره، در اثر گرمای نهان تبخیر هستش که اون حالت خنکی به بدن دست میده و دمای بچه به دمای بدن بچه میاد پایین تر. ولی خب فرآیند کندیست دیگه برشت. ولی اگر همون یه مقدار شما بادش بزنید تسریع میشه، چون این سرعتی که به سطح ایجاد کردید، این سرعت هر چقدر بیشتر باشه تبخیر سریعتره. اما توی بویلینگ شما باید زیر ظرف و گازش رو بکشید بالا که حرارت بیشتری بهش داده بشه. فرآیند تبخیر فرآیند سطحی است، یعنی رو سطح انجام میشه، یک سطح آزادی تشکیل شده که از اونجا مولکول‌ها کنده میشن و وارد فاز بخار میشه. ولی بویلینگ فرآیند حجمی است، توده ایست، بالکه. وقتی یک ظرفی رو شما میذارید شروع میکنه به جوشیدن، اون اتفاقاتی که میفته داخل حجم اون مایع این اتفاقات میفته، یک فرآیند توده حجمی است، والیومتریک. اما تبخیر فرآیند سطحی است، به سطح انجام میشه. تبخیر تو هر دمایی رخ میده، یعنی شما مثلا آب اینجا بریزه کف ظرف، کف سالن بریزه، چه هوای اینجا 20 درجه باشه، چه هوای اینجا 50 درجه باشه، تبخیر ممکن تسریع بشه، ولی به هر حال تو هر دمایی انجام میشه. ولی جوشش در دمای جوش انجام میگیره، یعنی شما باید وقتی زیر گاز رو روشن میکنید، اون کتری که اونجا هست دمای 20 درجه نمیشه، باید دمای حرارت بدیم، ولی دماش بره بالا، بره بالا، برسه به دمای جوش در آن فشار که در فشار اتمسفریک دمای جوش ها حدود 100 درجه است، و بعد فرآیند جوشش شروع به رخ داد خواهد کرد. اما تبخیر تو هر دمایی اتفاق خواهد افتاد. یه جایی میشه با فرآیند تبخیر فرآیند مولکولی است، و خاطر هم قابل رویت نیست و صدا نداره. اما بویلینگ یک پدیده توده است، این میکروسکوپیکه، اون ماکروسکوپیکه، بویلینگ ماکروسکوپیکه، قابل دیدن، این میکروسکوپیه، پدیده مولکولی است. در هر دمای رخ میده، ولی اون در فقط در دمای جوش رخ میده، که البته میشه گفتش پدیده تبخیر پدیده شاید تا
تا حدی هیدرولیکی است، یعنی به خاطر وزش بادی که رو سطح میاد، به خاطر سرعت سیال. اما پدیده بویلینگ کاملا حرارتی است، یعنی شما باید انتقال حرارت داشته باشید. به خاطر همین بویلینگ رو ما در درس انتقال حرارت داریم. به تبخیر زیاد پرداخته نمیشه، واقعیت چون فرآیند خیلی کند و ضعیفیه. من مولکولی فرآیند پدیده هایی که مولکولی باشن خیلی ضعیفن، اصولا خیلی کندن، ساکتن، آرام هست. ولی پدیده هایی که بالک باشه، حرکت توده سیال توش باشه، میبینید اون تلاطمی که داخل ظرف در حال جوش ایجاد میشه چجوری هست، حباب هایی که شکل میگیره و الی آخر، اینها پدیده های قوی و خیلی سریع یحقاق و با صدا هستن، آکوستیکی هستن و الی آخر. این موردی که مبنی رو بکنیم پدیده گونین چرمال افکت هست که لیتنتیت هست و در اصلا امتحانات اینها رو بیشتر به تو معرفی خواهند کرد که جوشش فرآیند تغییر فاز مایع به گاز هست دیگه، فرآیند لیکوید گاز هست، دو فاز لیکوید گاز هست. چون شما وقتی زیرش رو روشن میکنید، اول حباب‌های بخار تشکیل میشه در روی سطح. میتونید تست کنید، نگاه کنید، یه دونه ظرف شیشه‌ای رو بذارید رو گاز، خواهید دید که به شکل لوکال تغییر فاز انجام میشه، حباب‌های تشکیل میشه. این حباب‌ها ساکنن، هر چقدر دما میره بالا کم کم ناپایدار میشن، کنده میشن، چون داخلش بخاره بیرونش مایه، اختلاف چگالی داریم و بخار سبکتر از مایه هست، یعنی چه در سطح جاذبه این حباب‌ها حرکت میکنن به سمت سطح آزاد و ستون‌های بخار تشکیل میشه و الاخر که بمونه واسه درس انتقال حرارت. پس یک پدیده انتقال حرارت ترمال افکت هست، یک پدیده اثر انتقال حرارتی است، ولی اینجا نه، اینجا به خاطر حرکت جرم سیال ایجاد میشه. یک پدیده حجمی است، توده است، بال که سیال درگیر داخل حجمش اتفاق میفته، ولی این پدیده سطحی تو سطح انجام میشه. یک فرآیند خیلی سریع هست، اثرات صدا داره توش، صدا هست و قابل رؤیته. شما میبینید اون حباب‌هایی که تشکیل شده میاد میره، ستون بخار تشکیل میشه و الاخر، و فقط هم در دمای جوش این اتفاق میفته، ولی این یکی در هر دمایی اتفاق میفته. چون حباب تشکیل میشه، در تبخیر شما حباب ندارید، مولکولیه دیگه، ولی در یه ظرفی که رو آب در حال جوشیدن کاملا حباب ها قابل رویت هستن، بابلی فلو هست، جریان حاوی حباب، جریان حباب داره. در حباب هم شما یادتون هست که من در کشش سطحی ویدیوهایی که ضبط کردم، کشش سطحی مهم هست، یکی از مصادیق ایجاد کشش سطحی حباب. و بخاطر همین در بس صرف جوشش ما صرف استنشن داریم، اما در تبخیر نداریم. یه جریان حباب دار است، فقط همین عدد وبر نمبر توش مونده. وبر نمبر عدد بی بودی است که اثرات کشش سطحی رو لحاظ میکنه. فرود نمبر داریم، چرا فرود نمبر؟ بخاطر اینکه جاذبه توش مونده. چرا جاذبه مونده؟ چون حبابی که شکل میگیره حباب بخار هست، بخار سبکتر از مایع، در اصل جاذبه شروع میکنه به حرکت کردن به سطح آزاد، اثرات جاذبه داخلش مونده. فقط همین عدد بی بودی مثل، ولی اون اصلا عدد بی بود خاصی از بعد من شاید نمیشد باشه، البته اصلا این چندان پدیده قدیمی نیست، یعنی ما هیچ وقت از تبخیر آنچنان روش حساب نمیشه کرد، چون کنده و ضعیفه. و نکته آخر اینه که میدان جریانی که داخل اون ظرف در حال جوش ایجاد میشه، شما اگه نگاه بکنید این چقدر جریان پیچیده است، یعنی اونجا یک سری جریان تلاطم هایی هست، گردابه هایی هست، یه حباب هایی تشکیل میشه، میاد میتره که بخار وارد هم فضای آزاد میشه. میدان سرعت بسیار پیچیده است در بویلینگ، اما در بحث تبخیر مثلا میدان سرعتی حس نمی‌بینیم، مثلا قابل رویت نیست، آبادی آرام می‌وزه، یک مایعی که اون دست شما هست تبخیر میشه، مثلا جت تشکیل میشه داخل این ظرف، جت یعنی سیال پرسرعت، مثلا جت هایی تشکیل میشه، یه ناپایداری هایی داخل جریان ایجاد میشه، ناپایداری های کلوین هلمهولتز ایجاد میشه که حالا راجبش میشه بعدا درس انتقالات بحث کرد. نان یونیفورم هست، به معنی دیگر میدان سرعت در جوشش خیلی میدان سرعتی نان یونیفورم است، خیلی در هم بر همه، اما در تبخیر این گونه نیست. اصلا ما در بحث جوشش همین در هم بر هم بودن و نان یونیفورمیتی باعث میشه که میدان سیال در هر جوشش دسته‌بندی کنیم به رژیم های مختلف و در درس انتقالات ما معرفی میکنیم که مثلا ساب کول داریم که هنوز به دمای جوش نرسیده، بعد فیلم بویلینگ داریم، پول بویلینگ داریم، جوشش استخری، پول بویلینگ، اون یکی جوشش لایه‌ای. اینا به خاطر این که ما چرا رژیم بندی میکنیم، چون میدان جریان خیلی پیچیده است و این پیچیدگی باعث میشه ما بیایم اینا رو دسته‌بندی کنیم، بگیم از اینجا تا اینجا اسمش اینه،
از اینجا به بعد یه چیز دیگه است. چون اصلا مکانیزم هایی که تو داخل ایران ایجاد میشه متفاوت بوده و طبیعتاً ما اصلا اسمش رو می‌ذاریم رژیم پول بویلینگ، جوشش سطحی، اون یکی رو می‌ذاریم لایه، چون یه لایه بخار تشکیل میشه. حالا در این قسمت قرار است در مورد تفاوت بین گاز و بخار صحبت بکنم. یکیش ویپر هست، یکیش گاز هست. حالا دو تا یکی هم یا با هم فرق دارن؟ چه تفاوتایی با هم دیگه دارن؟ در بحث ترمودینامیک ما با بخار همان گونه رفتار می‌کنیم که با گاز. اتفاقا معادله حالت یا state equation of ideal gas رو برای بخار هم می‌نویسیم. همان گونه که P مساوی RT برای گاز هست، برای بخار هم استفاده میشه. بعد می‌سیم مقدار با دقت بیشتری راجع به بخار صحبت کنیم. بعد بپرسیم که آیا بخار یک فاز جدیدی از ماده است. ما چهار فاز معرفی کردیم. مایع، جامد، گاز و پلاسما. سوال اینه که آیا بخار فاز پنجم ماده است؟ پاسخ اینه که این گونه نیست. فاز اون شکل جدیدی از ماده نیست، بلکه یک شکل تغییر یافته ای از گاز است که میتواند معادلات حاکم بر گاز ایدال برای بخار هم استفاده کرد. Vapor is not a new phase of matter but a different form of gas. شکل دیگری است. حالا من اینجور نوشتم که بخار یک چیزی بین مایع و گازه، ولی در هر حال ما جزء گاز لحاظش میکنیم و از همون معادلاتی برای گاز استفاده میکنیم برای بخار استفاده خواهیم کرد. ادامه این vapor is created. چجوری میشه یک بخار ایجاد کرد؟ خب ما کافیه که یک همونی که در قسمت قبل گفتم یک ظرفی رو شما از پایین حرارت بدید بهش، طبیعتا شروع میکنه به جوشش یا به صورت سطحی اگر تبخیر بشه خب اون مایع تبدیل به بخار میشه، وارد فضا میشه. مثل فرآیند بخور دیگه، وقتی ما بخور میدیم هم داریم اون مایعی که داخلش هست رو تبدیل میکنیم به بخار، اون بخار رو وارد فضا میکنیم، رطوبت هوای داخل اتاق بیشتر میکنیم، برای اینکه حالا بحث سرماخوردگی و بخار این چیزا هست. در صورت vapor از is created by heating a solid or liquid، یعنی یک مایع گازی رو ممکنه مستقیما تبدیل بشه دیگه در فرآیند تسعیر. خب شما میتونه جامد مستقیما تبدیل به بخار بشه، اونم هست. بر با فرآیند هر دلیلی اصلا ما کار ندارم چجوری، این از تبدیل یک فاز جامد یا مایع به بخار تشکیل میشه. ولی گاز برای مثال ما نیتروژن یا سایر حالا مواد هیدروژن اینها چگونه ایجاد میشن؟ یک فرآیند شیمیایی باید ایجاد بشه، مثلا یک ریاکتوری باشه، داخل اون ریاکتور یه واکنش شیمیایی انجام بشه و محصول اون یک هیدروژن باشه. با حرارت دادن به چیزی ما نمیدونیم، مثلا به مایعی حرارت بدیم بعد ازش هیدروژن بیاد بیرون، بخار اون مایع میاد بیرون، گاز نمیاد بیرون ازش. که معادله حالت رو هم در ترمودینامیک بحث میکنیم که میتوانیم برای بخار بنویسیم. هر جفت اینا میتونن بو داشته باشن، یک شباهتشون این هست. خب معمولا هر جفتشون هم میتونن سمی باشن، حالا یه خاصیت دیگه این هستش که هر جفتشون هم میتونن سمی باشن. یه تفاوت گاز با بخار این هستش که بخار قابل رویت، ویزیبله، اما گاز قابل رویت نیست. یعنی شما هوا رو نمیتونید ببینید. یکی از شانسایی که ما بودیم که هوا قابل رویت نیست، یعنی میتونستیم هوا رو ببینیم مثلا زندگی اون مختل میشه. ولی بخار این گونه نیست. شما بخار رو در سونا رو وقتی وا میکنی، بخاری که داخل سونا هست کاملا به سمت هوای خشکی که بیرون هست حرکت میکنه، کاملا قابل رویت هست. ارزم حضور شما که گاز ها استیبل هست، یعنی شما هوا رو الان تو این شرایطی که اینجا دارید خب هست دیگه، همیشه هست، دما هست. اما وقتی در سونا رو وا میکنید اون بخار خارج میشه، یا وقتی اون بخور میزنه این بخار وارد دیفیوز میشه، پخش میشه داخل فضا و دیگه شما اون قابل رویت بودنش خودش رو از دست میده، چون پخش میشه، دیفیوز میشه داخل فضا. بخار تفاوتش با گاز اینه که گاز همیشه منبسط میشه تا کل اون فضایی که داخل خودش هست رو اشغال بکنه. مثلا اینجا هستیم یه اتاقی است، همه جا توسط هوا اشغال شده، اما بخار لوکال هست، یه کمیت نیست که منبسط نمیشه تا همه فضا رو، یه بخشی از فضا رو اشغال میکنه. Vapor fills a part of space، یه بخشی از فضا رو اشغال، ولی گاز کل فضا رو در نظر در اشغال خواهد کرد. به خاطر همین مثلا مفهوم نام relative humidity در بحث هواشناسی و اینایی که میاد میره و رطوبت نسبی هوا نزدیک مثلا یه بندر یه رطوبت نسبی فلان هست، ولی خب این بر نیست. مثلا اینکه بگیم ما مثلا concentration، به یه مفهوم نام غلظت مطرح میشه در بحث های بخار concentration،
یعنی شما وقتی در سونا رو با میکنی داخل سونا غلیظه، بلز کانسنتریشن بخار اونجا زیاده، بیرون کمه. این تفاوت غلظت یا کانسنتریشن گرادینت باعث میشه که یه مقدار از در سونا میزنه بیرون بخاری که هست. و بخاطر همه که رلیتیو هیومیدیتی داریم، چون مثلا یه شما مثلا ممکنه بگید که در مثلا هوایی که اینجا هست و هوایی که توی مثلا یه جایی توی بوشهر هست آیا اینا مثلا متفاوتن با هم؟ نه، اما رطوبتی که در هوای اونجا هست که بندره با اینجا فرق میکنه. به خاطر همین این همه به خاطر این خصوصیت بخار هستش که موضعیه و مثل گاز نیست که همه جا رو اشغال بکنه. این مفهومی هم به نام سوپر کریتیکال گس داره، یعنی اصلا کریتیکال پوینت، نقطه بحرانی، کریتیکال تمپرچر، کریتیکال از هم حضور شما که پریشر، که در مورد این حالا میشه جدا صحبت کرد و ویدیوهای ضبط کرد. ولی حالا سوپر کریتیکال گس گازیست که دما و فشارش بالاتر از نقطه بحرانی باشه. که در مورد این حالا البته میشه صحبت کرد. شما وقتی یه مایعی رو داشته باشید، مایع اصولا تشکیل سطح آزاد میده. سطح آزاد باعث میشه که کشش سطحی تو مسئله وارد بشه. وقتی شما از دما و فشارتون از نقطه بحرانی عبور بکنید، دیگه سطح آزاد نخواهید داشت و ضریب کشش سطحی صفر خواهد بود. در مورد تابعیت ضریب کشش سطحی با دما صحبت کردیم که برای افزایش دما افت میکنه. اگه این افزایش دما به قدری باشه که برسه به دمای نقطه بحرانی، ضریب کشش سطحی به سمت صفر، مقدار صفر خواهد داشت، چون اصلا سطح آزادی وجود نداره در حالت بحرانی که بخار هم تبدیل به گاز میشه کاملا بخار در. یعنی علت اینه من اینجا آوردم اینه که در مورد گاز و بخار صحبت میکنیم، این مورد آوردم که در حال اونجا ما دیگه چیزی به نام فاز بخار نخواهیم داشت. و اون ماده ای که در اون حالت شکل میگیره هم رفتار شبیه مایع داره هم رفتار شبیه گاز داره. از یه طرف میتونه دیفیوز کنه داخل مواد، گاز میتونه، یعنی شما الان یه ماده مثل یه تیکه قند داشته باشید، اینجا اون قند متخلخله و هوا لابلای اون تخلخلها دیفیوز کرده و این یه رفتار گازگونه است. ماده ای که در اون حالت سوپر کریتیکال گس هست هم این گونه رفتار داره، هم از این طرف رفتار مایع گونه داره. مایع یعنی یک ماده که میتونه یه چیزایی داخلش حل کنه، میتونه حل کنه یه سری چیزهایی رو داخلش. یعنی در اون سوپر کریتیکال گس میتونید دیسالو کنید متریال، مواد مختلف رو دیسالو کنید داخلش. این یه خلاصه بود در مورد سوپر کریتیکال کاندیشن که در موردش میتونید برید جدا بشه ویدیو زب که ارزش بحث کرد، ولی بر رابطه اسم این بخار و گاز در اونجا دیگه. و مورد بعدی این هستش که شما وقتی بخار تشکیل میدید، یه تفاوت دیگه بین بخار و گاز این هستش که در بخار وقتی از سطح مولکول ها کنده میشن، این مولکول های کنده شده از روی سطح آزاد، وقتی زیر گاز رو روشن میکنید از سطح آزاد بخار آزاد میشه دیگه، تبخیر میشه و از نظر اون تغییر فاز شما میتونید ببینید اون ذراتی که از مایع کنده شدن و وارد بخار شدن، در حقیقت تبخیر شدن یا در اثر جوشش ایجاد شدن. اینها هنوز پیوند هیدروژنی که بین مولکول های آب وجود داره در فاز بخار هنوز وجود داره. یک کلاسترهایی تشکیل میشه، به بیان دیگر یک خوشه هایی تشکیل میشه. بخار سفید رنگی که شما از سطح آب در حال جوش آزاد میشه، خوشه هایی است از مولکول های آب که هنوز پیوند هیدروژنی بینشون وجود داره. در فاز گاز ارتباط بین ذرات مختلف قطعه، خیلی اینا ارتباطشون ضعیفه با هم. ولی در فاز بخار علت اینکه اینا هنوز منسجم باقی موندن، در کنار هم باقی موندن، این اصلا شما هنوز پیوند هیدروژنی بین مولکول های آب دارید در فاز بخار. به خاطر همین که این هست شتاب جاذبه در بخار اثر میذاره، یعنی بخار در اثر جاذبه تهنشین میشه، سدیمنتیشن بهش میگن. اثر جا شتاب جاذبه در گاز تأثیر نداره، ولی در یا تأثیر خیلی کمی داره، بهتر این تأثیر خیلی کمی داره، ولی در بخار به وضوح شما میبینید که بخار تهنشین میشه در اثر به خاطر همون کلاسترینگ است که بین مولکول های آب وجود داره. و هنوز پس بخونیم clusters of water molecules های آب تشکیل میشن، خوشه هایی از اونها gravity and sedimentation تحصیل هم تحشیل میشن، still contain نینگ hydrogen bonding یعنی اون باند نیرو پیوند هیدروژنی بین مولکول‌ها هنوز وجود داره. و البته اینکه به خاطر اینکه خوشه تشکیل میشه بخار قابل رؤیت است. خیلی خلاصه بخوایم عرض کنیم تفاوتشون اینه که بخار فازی بین اون دو فاز هست، فاز جدیدی نیست، در اصل گرمایش ایجاد میشه
معادل حالت برای بخار هم برقرار هست، هر جفتشون بو دارن، هر جفتشون بخار قابل رویت هست اما گاز نیست. ارزم حضور شما که چتاب جاذبه توی بخار تاثیر داره اما توی گاز تقریبا تاثیرش ناچیز هست. برای بخار غلظت تعریف میشه، کانسنتریشن تعریف میشه، ولی برای گاز ما چنین چیزی نداریم. مثلا نمیتونیم بگیم الان هوای اونور غلیظ‌تر از هوای اینوره، اما در مورد بخار میتونیم بگیم که مثل سونا، مثل سونا. و گاز استیبل هست. و در مورد سوپرکریتیکال کاندیشن هم حالتی است که این دو به هم دیگه میرسن، یعنی بخار کاملا تبدیل به گاز میشه.